خوش آمدید عزیزان بیننده به بخش اول برنامه سفره مهربانی. عیدتان مبارک، امیدوارم که هر روزتان پر از شادی باشه و هر روز را عید بدانیم به همان معنای دقیقی که امیرالمؤمنین بهش اشاره کرده. مهمان عزیز و ارجمندی داریم و مفتخریم که حضور ایشان را در درون این برنامه اعلام بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد ایوبی در برنامه هستند و قرار هست پیرامون عید با ایشان صحبت بکنیم و بیشتر بفهمیم نسبت به مسئله عید از دیدگاه اسلام، عیدی قربان، عیدی که اسلام برای من و شماها برمغان آورده را بیشتر به بررسی بگیریم. استاد عزیز سلام به شما، عید شما مبارک، خیلی خوش آمدید به برنامه، ممنون که آمدید. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون استقلال. عید قربان به همه عزیزان، ملت مسلمان افغانستان و مردم شریف هرات. شما عزیزانی که دستن در کار این برنامه تلویزیون استقلال هستید، تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا انشالله یه عید مایه برکت و عزت و افتخار برای جامعه اسلامی انشالله قرار بده. الهی آمین. خیلی ممنون استاد که آمدید به برنامه. عید هست و ایام عید و همین واژه عید و عید قربان مخصوصا ریشه داره به همین دین ما، به همین آیین ما که خیلی هم با اهمیت هست. ما در زبان عامیانه و مردمی خودمان در بین جامعه عید کلان میگیم، یا به قول پشت زبان‌های محترم من لوی اختر. ما یک کوچنه اختر داریم، یک لوی اختر، عید خرد و عید کلان. چرا عید کلان و یعنی توی فرهنگ عام ما این چنین چیزی ذکر شده و چه اهمیتی داره تجلیل از روز عید قربان؟ خدمت شما عرض بشود که خب او که عید خرد و کلان یا لوی اختر یا کوچنه اختر، او که بحث عرفی هست و من متخصصش نیستم دیگه، دوستانی که تخصص دارن در این بحث باید نظر بدن، ولی شاید یک وجهی داشته باشه که چون عید قربان عید بندگی هست و مظهر بندگان خدا حضرت ابراهیم خلیل الله امتحان بندگی داده به درگاه خدا و اوج بندگی یک انسانم این هست که تمام هستی و دارایی خود در راه خدا، در مسیر خدا، عزیزترین چیز خود و کس خود در راه خدا فدا کنه. این اوج بندگی، شاید به این خاطر عید بزرگ میگن. اما واژه عید یا عید به معنای برگشت و بازگشت هست و در واقع چون در روز عید انسان بر میگرده به اصل خود، به بنده بودن برای خدا، به اصل پاکی و طهارت بر میگرده انسان، او واژه او روز روز عیده، برگشت به سوی خدا، برگشت به اصالت انسانی، برگشت به او پاکی و صداقت و راستی، به این خاطر میگن عید. اما عید قربان، حالا دو تا اسم داره عید قربان، هم عید قربان میگن هم عید اضحا، اضحا یا عموما اضحا میگن. عید قربان، قربان معنای از تقرب، نزدیک شدن، و قربانی به این دلیل میگن که او ذبح یک حیوان به نیت نزدیک شدن انسان به خدایه، به خاطر انجام دستور خدا، به این خاطر میگن قربان، یعنی عید نزدیک شدن به خدا. بله. یا قربانی، وسیله ای که یا حیوانی یا کس یا چیزی که به وسیله او انسان به خدا نزدیک میشه. یاد ما نره که ما در نماز خوام وقتی نیت میکنیم میگیم دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الالله، یعنی نماز وسیله است برای تقرب و نزدیک شدن به خدا. اما عید اضحا، اضحا به این خاطر میگن اضحا که و شمس و ضحاها، اضحا لحظه امتداد نور و بالا آمدن خورشید، چون حاجی ها به این لحظه قربانی میکنن، ایدرم عید اضحا نامگذاری، یعنی عیدی که در اون لحظه، چون حاجی ها بعد از قربانی کردن دیگه از اون حالت احرام خارج میشن و برنامه حج دیگه تکمیل میشه و همراه با برآمدن آفتاب،
و پخش شدن نور آفتاب، روشن شدن هوا، این اتفاق میفته، به این خاطر میگن عید اضحا. اینا از نگاه اصطلاحی و واژه عید بله. قربان. این که در بخش اولم گفتم چرا باید تجلیل شوه از چنین روزهایی، و این که خیلی از برنامه ها و انعنات و مسائل مهمی هم درد شده در همین عید، آدابی داره، رفتاری داره، از اینها هم بگید دلیلش چه هست، چرا ما باید در طول سال عید داشته باشیم مثلا؟ ببینید، خب این که چرا باید عید داشته باشیم، این برنامه و سنت الهیه. خدای متعال از بین مخلوقات انتخابهایی داره. مثلا از بین تمام سیاره ها زمین انتخاب کرده. از زمین نقطه منتخب خدا مکه بله. که ما یک روز دحو الارض داریم. و از بین از بین انسان ها پیامبران انتخاب کرده. از بین مخلوقات اشرف مخلوقات انسانه. از بین انسان ها پیامبرانه. از بین پیامبران وجود مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که بهترین انسان ها و بهترین پیامبران، برگزیده است، برگزیده مصطفی هست صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی برگزیده است. از بین ایام هم همین سبکه، ایامی رو انتخاب کرده خدا. چهار تا ما یا پنج تا یا چهار تا عید داریم. عید فطر هست، عید روزه، عید قربان داریم، عید غدیر داریم، و روز جمعه هم به اساس روایات در واقع عید هست. جمعه هم یک عید در میان هفته. اینا برگزیده های ایام خداست. در این روزها انسان ها فرصت بیشتری دارن برای نزدیک شدن به خدا. اسبابی وجود داره که بندگان خدا در این ایام بهتر و راحتتر میتونن به خدا نزدیک بشن، به خاطر شدن عید. اما چرا عید قربان باید تجلیل کرد؟ فلسفه عید قربان چیه؟ ببینید، عید قربان امو رقم که در اول عرائزم خدمت شما عرض کردم، عید بندگیه. داستان حضرت ابراهیم هم شما هم بینندگان محترم تلویزیون اطلاع دارن که چه اتفاقی افتاد. خب خدا به حضرت ابراهیم در دوران سالخوردگی و پیری فرزندی داد به نام حضرت اسماعیل. خب طبیعیه که انسان وقتی در دوران پیری صاحب فرزندی بشه، او فرزند خیلی عزیز میشه برای آدم، و خصوصا که این فرزند رشد کنه و به سن 13 سالگی 12 سالگی خیلی اوج عزیز شدن او فرزنده. خداوند متعال خواست از ابراهیم یک امتحان بگیره، امتحان بندگی. در خواب به او دستور داد که فرزند خود قربانی کن. یک بار، دو بار، سه بار دید در خواب که خدا به او دستور داده اسماعیل باید ذبح کنی، باید قربانی کنی با دست خودت. خب بله دیگه، اصلا سنت خدا اینه. وقتی ما میگیم بنده، بنده باید تسلیم امر خدا باشه. و کی تسلیم بودن ثابت میشه؟ زمانی که به خاطر محبوب واقعی و مولای حقیقی از همه چیزی که داریم بگذاریم. خدا درجه بندگی حضرت ابراهیم سنجش کرد، نه که خدا نداند، خدا میداند، از همه چیز عالم باخبره. میخواست برای ما، برای تاریخ، برای بشریت درسی باشه که ببینید اونایی که میگن بندگی سخته نمیشه، حضرت ابراهیمی بود که اوج بندگی رو انجام داد. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزند خود باید ذبح کنه، آمد فرزند خود ذبح کرد به دستور خدا، که خدا در اون لحظه های آخر قبول کرد، امتحان پذیرفت، قبول کرد کار حضرت ابراهیم و یک گوسفند یا قوچی از بهشت برای حضرت ابراهیم فرستاد. به این دلیل ما این مناسبت تجلیل میکنیم. این عید هست، این روز خوبیه، روز خوشایندیه، روز مبارکیه. البته خب ما در ماه ذی الحجه قرار داریم دیگه، عید قربان دهم ماه ذی الحجه است.
خود ماه ذی‌الحجه فضیلت‌های زیادی داره، مخصوصاً این 10 روز اول. بعضی از بزرگان و مفسرین در تفسیر آیات سوره فجر می‌فرمایند والفجر واللیال عشر، شب‌های دهگانه، میگن منظور همین 10 شب اول ماه ذی‌الحجه است. یا در سوره مبارکه حج که وقتی خدا می‌فرماید ایام معلومات، روزهای مشخص، میگن روزهای مشخص همین 10 روز اول ماه ذی‌الحجه است. اعمالی هم داره، مثلا دو رکعت نماز ماه ذی‌الحجه که بین نماز مغرب و عشا خونده میشه، که در هر رکعت بعد از حمد و سوره آیه فکر میکنم 142 سوره اعراف هست که باید خونده بشه، نماز کوتاهیه که هر کس بخونه ثواب همه حاجی ها رو میبره. و یا مثلا ذکرهایی که گفته شده، دعاهایی که سفارش شده، تکبیرهایی که از حضرت امیر در کتاب مفاتیح الجنان ذکر شده، تکبیرهای پنجگانه، دعای عرفه، اینا رو گفتن در ماه ذی‌الحجه بخونید، فضیلت داره. ماه ذی‌الحجه کلن ماه پرمناسبت و ماه بزرگی است. یوم الترویه روز 8 ذی‌الحجه، روز عرفه روز 9 ذی‌الحجه و روز 10 ذی‌الحجه روز عید قربان. در 7 این ماه ما شهادت امام باقر علیه السلام داشتیم. در اول ماه ذی‌الحجه ما ولادت، ما مناسبت ازدواج حضرت امیر با حضرت زهرا داشتیم. ماه با عظمتیه. منتها عید قربان فضیلت فراوانی داره. در شب و روز عید قربان هم اعمالی وجود داره، مثل شب عید قربان زیارت امام حسین، روز عید قربان نماز عید، قبل از نماز غسل کردن، قربانی کردن، که این قربانی خیلی فضیلت داره. در این روزها روزهای بسیار پرفضیلتی هست. بله، یکی دو دقیقه مانده استاد از وقت ما و شما، اگر میخواید چیزی رو ذکر بکنید ما از شما بشنیم. خب پس بگذارید که من یک نکته در رابطه با داستان حضرت ابراهیم عرض کنم خدمت عزیزان، که استفاده کنیم از محتوای قرآن هم، از آیات قرآن. جایی که حضرت ابراهیم خواب میبینه، به حضرت اسماعیل فرزندش در میان میگذاره. یعنی اینطور نیست که حضرت ابراهیم اسماعیل رو به زور و به اجبار و اکراه آورده باشه، با او مشورت میکنه، این آیات قرآنه. و حضرت اسماعیل هم میگوید یا ابت افعل ما تؤمر، هر چیزی که به تو امر شده انجام بده، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، مر صابر خواهی یافت. نکات لطیفی وجود داره. یک نکته اینه که تسلیم خدا میبینه، خدا میخواد تسلیم در این آیات در خانواده حضرت ابراهیم نشون بده. اسماعیل به پدر میگه یا ابت، او پدر خطاب میکنه، یعنی میخواد بگه حتی رابطه پدری و فرزندی هم نباید مانع اجرای فرمان خدا باشه. پدری ولی دستور خدا رو انجام بده. یک نکته. نکته دیگه در آیه قرآن که هست افعل ما تؤمر، پدر جان هر چی که به تو امر کرده خدا، اگر کشتن کشتن، اگر قربانی کردن قربانی کردن، اگر آزاد کردن آزاد کردن، هر کاری که خدا به تو دستور داده، چون تسلیم یعنی همین دیگه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. خدایا هر چی تو خواستی، هر چی تو بگی، هر چی تو برای من رقم بزنی، من تسلیمم. تسلیم اینه، نه که خدایا مر پولدار کو، خدایا مر فقیر کو، خدایا مر صحت بده، خدایا به من مریضی بده، نه، خدایا هر چی تو خواستی. ای اوج تسلیمه. این نکته که حضرت اسماعیل میگه افعل ما تؤمر، هر چی که به تو امر شده. و نکته لطیف آخر، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. حضرت اسماعیل میگه اگر خدا بخواهد، کلمه ان شاء الله، ستجدونی ان شاء الله، پدر جان مرا صابر خواهی یافت به حول قوه الهی، به خواست خدا. یعنی اینی که من تن دادم به امر خدا، اراده و ایمان من نیست، لطف خداست،
اراده خداست، خواسته خداست. چی برداشتی میتونیم از این جمله داشته باشیم؟ عزیزانی که کار خیر میکنن، بزرگوارانی که دستشون به کار خیره، یا عبادتی از اونها سر میزنه یا کار خوبی از اونها انجام میشه، نباید مغرور بشن، نباید بگن من نماز تهجد خواندم، من کسی بودم که نماز شب خواندم، من کسی بودم به فقرا انفاق کردم، قربانی کردم، 10 گوسفند دادم. نه، اگر کار خوبی هم از ما سرزد، بگیم حول و قوه الهی بوده، اراده خدا بوده، ما کاری نیستیم، ما کاری نکردیم، پولی سرمایه‌ای به دست ما بوده، مال خدا بوده، ما فقط سبب بودیم که او رو برسانیم به دست فقرا. درسی که از حضرت ابراهیم و با تأکید به مفهوم این آیه داریم همینه که ما اگر موفق به کار خیر شدیم، و ما توفیقی الا بالله، از خدا بدانیم این توفیقه، و اگر از حرام و گناهی هم دوری کردیم، باز مغرور نشیم که من کسی هستم که از گناه دوری کردم. داستان حضرت یوسف یاد ما نره، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. وقتی از دام زلیخا نجات پیدا کرد، نگفت من کسی هم که گناه نکردم، گفت نفس اماره من هم به سوی بدی ها من میبره، خدا به من رحم کرده که از این دام سربلند بیرون آمدم و امتحان الهی رو خوب دادم. انشاءالله که این عید بزرگ بندگی، عید قربان، برای همه مؤمنین و مسلمین، مخصوصا مردم عزیز و شریف هرات و ملت مسلمان افغانستان، انشاءالله عید خوب و با برکتی باشه. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما استاد ایوبی عزیز، ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده ما هستید. سال مبارک. بریم با هم یک بخش رو ببینیم، برمیگردیم و مهمان داریم و صحبت های ما ادامه خواهد داشت. بینندگان عزیز تلویزیون استقلال، سلام و درود خدمت شما. عید سعید قربان را خدمت شما از آن تبریک و تحیات عرض میکنم و بیالوم که عید خوب و خوش را داشته باشین و ایام خوش به شما و فامیل های محترمتون باشه. در بازار آمدیم و وضعیت و حال هوای عید امسال را میخواییم از شهروندان محترم هرات داشته باشیم. در کنار برادر خوب ما هستیم، عزیز دل یک معرفی بکنین و سلام و کلام پیام ایدی اگر داشته باشین در نخست. السلام علیکم رحمت الله و برکات. جلیل احمد عثمانی هستم. عید سعید فکر قربان را، عید سعید قربان را تبریک میگم به هم شهریای بزرگوار هرات و کابل، قندار، همه عید سعید را تبریکی میدیم. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان تلویزیون استقلال. خیلی خوش آمدیم، صفا آوردیم. هر سال شما میاییم به بازدید، از حال احوال از ما میپرسیم. زنده باشیم. تشکر. عید تبریک میگم به تمام ملت رنجیده افغانستان. سلامت باشید. زنده از باشم. حال هوای عید امسال، عید سعید قربان بر ما بگین، وضعیت چگونه؟ این شما بگیرین دهن خوش شیرین کنیم. تشکر. ایران بره از اول حالا دگی میبدیم میدون بعدن. امسال عید خیلی برای ما دیکوندارا چینیه فعلا. مردم بی پول هم، مسلمان ها اقتصاد ناپعینه، خیلی ضعیفتر امسال عید مردم میگیرم، چون که اقتصاد ها کمی پعینتره امسال. امنیت هسته ولی کار زندگی برای مردم کمی کمتره، خرید و خوا کمتر میکنم نسبتا به پارسال و عید روزه و قبلنا. شما چون در بازار هستین، اقتصاد مردم را چگونه میبینین در امیدا و مثالا نسبت به سالهای گذشته؟ تفاوت های آمده نماده چه رقم است؟ والا تفاوت کو بیا ماده، چون که کما که هم هر کدوم که میگم که میگم بیکاری چیزی نیه، گوسپندن امسال خیلی گرون، مثلا دیگه بازم سعی میکنیم میوه گرون، گوسپند گرون، مردم می تکن پریشون تر هستم دیگه، بازم مجبورن چگاه کنم. دقیقاً، یکی از زنانات بسیار مهم و شما عید سعید قربان هست. در کنار یک تن از متنفذین خوب هرات هستیم که فعلا باشنده هرات هست و از اینا میخواییم پیام ایدی داشته باشیم، حال هوای عید را پرسان بکنیم. کاکا جان سلام تقدیم شما. وعلیکم سلام. اولا که عید را بر شما تبریک میگم. عید با شما هم تبریک. معرفی بکنین نام شما. نام ما خدا داد. خدا داد. خدا داده دیگه. بله خدا داده. خب بسیار عالی.
سلامی کلامی داشته باشین، عید را تبریک بگین برای مردم. عید را تبریک میگو به تمام افغانستان سراسر. خود شما چه آمادگی گرفتین؟ ما آمادگی بگرفتیم چیزی جدا از دکان، از جدا از دکان به خانه آمادگی بگرفتیم که انشاءالله اگه خدا نصیب ما کرده باشه قربونی هم بکنیم. سفره هم مجبورین تونو کنید اگه چون امی رسم ما شده مجبوره مردم یه دیگه. اگه از ما یکی بودی میگفتیم از ما یکی هر رقم باشه میشه، چون هم حق و همسایه و امی چیز دارم، باید سفره هم تونو کنم قربانی هم بکنم. کاکا جان برای اید چی آمادگی گرفتی خود شما شخصا؟ با خدا دروغگو دشمن خدای معافو بچه های کار منه خود ما معافو. همین خانواده چی آمادگی گرفتن؟ هر چیز میگره شکرمو که باشه، هر چیز هست، گلچه هست، کیک هست، نشابه هست، انگور هست که باشه، او دونه دیگه هر چیز هست. خواه. او شکر. شما به عنوان یک شهروند با استفاده از فرصت ایدی که پیش آمده، معمولا در اید حکومتی ها هم پیام میگذارن به مردم و مردم هم فرصت پیش بیارن میگن گپای خود به مسئولین، شما چی گفتنی دارین به مسئولین حکومت امارت اسلامی؟ ما گفتنی خاص به صورت به امارت اسلامی نداریم، فقط گفتنی ما به زینه که مثلا از این کار زندگی برای مردم کم روشن کنم، داشته باشم گرفتگیری خیلی به جوانان داشته باشم، خیلی امارت قیتیه کمه درسته، ولی هر چیزی از خود رواله داره، بی اندازه به جوانا قیتی هم او یک چیز داد ادی است که سر وردشته رفته، ادی هم که به زینجگاه مونده دل شکسته و پا شکسته و یعنی به اید خیلی ته همین بهانه های شادی میه. که بله. پیش آمد اینا رو بگذارن که مردم حداقل چند روز خوش باشن، درست؟ فقط حالا که ما و شما ملت به هر دولتی که باشه باید بسازیم، ما رای نداریم، نمیتونیم هم دولت تعیین کنیم، چوکیر هم نمیتونیم ما چی کنیم، خیلی گرفتگیری نداشته باشم برای مردم، مثلا روزا عیده، موترال اقتصاد کسی نداره، موتور طرف چی داره، 100% داره، خیلی گیر ندم مثلا به جاسری و بگردونم و چیکا کنم بگیرم، چیز داشته باشم، ولی خب به حده. ولی جلوی که جوانا اگر تکچرخ میزنن یا کارهای دیگه میکنن، بطمان بگیرن دیگه، درست؟ 100% بگیرم، ولی خب ولی که جوان سری که تک چرخ بزنه، اگوشنگی اگه میتن خور بالا کنه مفته که برو.